امروز میخوام راجع به راه حل های مربوط به میس رپرزنتیشن صحبت بکنم. اول ببینیم میس رپرزنتیشن یعنی چی؟ میس رپرزنتیشن یعنی اینکه شما دانسته به طور مستقیم یا غیر مستقیم اطلاعاتی رو از افسر مهاجرت پنهان بکنید یا اینکه در اطلاعاتی که به افسر مهاجرت میدید دستکاری بکنید به شکلی که افسر مهاجرت گول بخوره و در واقع تصمیمی رو بگیره که شما مایل هستید به دست بیارید، طبیعتاً قبول شدن پروندهتون. اگر افسران مهاجرت متوجه بشن که شما چه مستقیم چه غیر مستقیم چنین اطلاعاتی رو در اختیارشون گذاشتید یا اطلاعاتی رو که نیاز داشتن ازشون پنهان کردید، در اون صورت پرونده شما رو به خاطر میس رپرزنتیشن ریفیوز میکنن و شما به مدت 60 ماه از ورود به کانادا باز داشته میشید. و از طرف دیگه هم اگر بخواید در این 60 ماه درخواست ویزای توریستی، اقامت کانادا یا اینکه ویزای کار یا تحصیلی کانادا رو بدین، در هر صورت پرونده شما رد خواهد شد. در نتیجه شما امکان اقدام برای هیچ روش مهاجرت یا حضور در کانادا در آن 60 ماه رو نخواهید داشت. خب البته وقتی که افسر مهاجرت میخواد چنین تصمیم بگیره، به خاطر اینکه این تصمیم بزرگی است، اولین کاری که معمولا میکنن اینه که به شما یک نامه ای رو میدن که به اون نامه ما میگیم Procedural Fairness Letter. وقتی که اون نامه رو میگیرید وقت محدودی دارید، بین معمولا 30 روز تا 60 روز. به محض اینکه اون نامه رو میگیرید باید سعی کنید مدارک قانع کننده ای به افسر مهاجرت بدید که وی رو متقاعد بکنید یا اینکه نه اصلا میس رپرزنتیشن صورت نگرفته، یا اگر اینکه صورت گرفته آگاهانه نبوده و شما قصدی نداشتین مبنی بر اینکه اون افسر رو گول بزنید. این نکته بسیار مهمی است. اگر تو این فاصله چنین نامه‌ای رو دریافت می‌کنید، اگر خودتون نمی‌دونید چیکار کنید، بلافاصله با یک شخص حرفه‌ای تماس بگیرید که به شما کمک بکنه. اما اگر اون زمان گذشت و واقعا شما میس رپرزنتیشن رو دریافت کردید، اگر داخل خاک کانادا باشید، از خاک کانادا اخراج میشید و یک برگه رو دریافت میکنید که بهش میگن اکسکلوژن اوردر. لحظه خروج شما از کانادا لحظه ایست که اون 60 ماه شما شمرده خواهد شد. یک حالت دیگه این هستش که خارج از کانادا هستید و پروندهتون رد میشه، روزی که نامه ریفیوزال رو دریافت میکنید روزی است که 60 ماهتون شروع میشه. حالا اگر بخواید زودتر از 60 ماه وارد کانادا بشین، یک راه این هستش که یک وکیل بگیرید و به دادگاه فدرال کانادا از اون افسر شکایت بکنید. به چنین شکایتی میگیم جودیشال ریویو. اگر که شکایت شما در دادگاه فدرال مورد قبول واقع بشه، پرونده شما رو باز میکنن و به یک افسر دیگه میدن تا اون تصمیم بگیره آیا شما میسرپ داشتین یا نه. البته ممکنه همچنان پرونده شما رو رد بکنن، ولی حداقلش اینه که اگر موفق بشین اون بحث میس رپرزنتیشن شما رفع میشه. اما اگر نمیخواید به دادگاه فدرال برید و شکایت بکنید، راه دیگر این هستش که یک فرد حرفه‌ای رو استخدام بکنید، یک مشاور مهاجرت رو یا یک وکیل رو. اونها معمولا کاری که میکنن اینه که نوت‌های آفیسر رو از طریق ایتیپ ریکوست دریافت میکنن و بعد میان و اون نوت‌ها رو بررسی میکنن، ببینن که چرا افسر مهاجرت به این نتیجه رسیده که درخواست شما رو ریجکت بکنه و شما رو میسرپ بزنه، و بعد بر اساس اون میتونن درخواست ریکانسیدریشن بکنن. متاسفانه شانس موفقیت در ریکانسیدریشن بسیار پایینه، ولی به هر حال این یک گزینه است که میتونید امتحان بکنید. گزینه قوی تر این هستش که اگر داخل خاک کانادا بودید و از کانادا اخراجتون کردن، شخصی رو که استخدام میکنید برای شما درخواست ARC بده. ARC میشه Authorization to Return to Canada یا درخواست بازگشت به کانادا، که در این درخواست باید افسر مهاجرت رو متقاعد بکنید که برگشتن شما به کانادا بسیار مهمتر از اون چیزی است که مانع ورود شما به کانادا میشه. یعنی در حقیقت میس رپرزنتیشن انقدر قوی نیست که شما نتوانید به داخل کانادا برگردید. احتمال موفقیت زیاد نیست، ولی به هر حال اگر مدارک بسیار محکمی داشته باشید ممکنه که قبول بکنن.
اما اگر خارج از کانادا بودید و میسرف دریافت کردید، در اون صورت باید درخواست TRP بدین یا Temporary Resident Permit، که وقتی که درخواست TRP میدین باز هم مثل ARC باید به افسر مهاجرت ثابت بکنید که برگشتن شما به کانادا مهمتر از اون میسرفتون هست و اگر اینها متقاعد بشن به شما اجازه میدن که با اون TRP به کانادا بیایید و در داخل خاک کانادا بمونید. من ویدیوهای مجزایی در مورد TRP دارم که میتونید اون رو ملاحظه بکنید. در شرایط خیلی خاص میتونید درخواست مهاجرت از روش HNC بدین یا Humanitarian and Compassionate Considerations، که اگر که درخواست HNC بدین در اون صورت در واقع میاد پرونده شما بررسی میشه بر اساس مسائل بشر دوستانه یا انسان دوستانه، ولی واقعیت اینه که شانس موفقیت در پرونده های HNC زیر 50% هست و حقیقتش رو بخوایم یک مقدار ضعیفتر از TRP است. برای همین فقط در صورتی که واقعا دلایل محکمی برای اچنسی داشته باشید میتونید از طریق اچنسی اقدام بکنید. پس بنابراین چی شد؟ اول از همه سعی کنید که مبارزه کنید قبل از اینکه قطعی بشه میسرپتون. این بهترین راهه. ولی اگر که نشد، در شرایط خاص میتونید درخواست ریکانسیدریشن بدین یا تجدید نظر. در شرایط خاص میتونید برین جودیشال ریویو بدین و از طریق دادگاه فدرال شکایت بکنین، یا اینکه درخواست ARC یا authorization to return to Canada بدین، یا درخواست TRP بدین، یا اینکه درخواست humanitarian and compassionate considerations بدین. هر کدوم از اینها یک حالت خیلی تخصصی داره، بنابراین حتما به کمک کسی انجام بدین که تو این زمینه ها تخصص داره و این کار رو قبلا کرده. یک نکته رو هم باید بدونید، اگر که شما اپلیکیشنتون به خاطر میس رپرزنتیشن رد بشه، شما حق درخواست تجدید نظر ندارید یا اپیل ندارید. تنها مورد استثناء در مورد اسپانسرشیپ همسرانه که در اون شرایط خاص میشه درخواست اپیل به ایمیگریشن اپیل دیویژن داد.